بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. کنترل زندان بگرام فردا به صورت رسمی به دولت افغانستان واگذار می شود. وزارت دفاع آمریکا می گوید که مقام های دو طرف پس از یک هفته بحث و گفتگوی پی در پی توافق کردند تا روز دوشنبه این زندان به گونه رسمی به دولت افغانستان واگذار شود. این وزارت می افزاید که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در این مورد با رئیس جمهور کرزی از طریق تلفن صحبت کرده و از تعهد وی برای نگهداری زندانیان خطرناک به امنیت مردم افغانستان و نیروهای ائتلاف تشکر نموده است. واگذاری زندان بگرام به صورت کامل به دولت افغانستان چندین بار ظاهرا به دلیل نگرانی آمریکا از رهایی زندانیان خطرناک توسط رئیس جمهور کرزی به تعویق افتاده بود و این مسئله سبب بروز تنش میان دو طرف نیز شده بود. نخستین گفتگوهای دفاعی پارلمانی افغانستان و پاکستان فردا در کابل برگزار می شود. مقام های پاکستانی می گویند که یک هیئت از کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان برای آغاز گفتگوهای دفاعی میان دو کشور وارد کابل می شود. مشاهد حسین رئیس این کمیته گفته است که این گفتگوهای سه روزه روابط دفاعی افغانستان و پاکستان را تقویت خواهد کرد. روابط دو کشور از دیر زمان به این سو بدل اختلافات مرزی دچار تنش شده بود و کابل در سالهای اخیر همواره سازمان جاسوسی و ارتش پاکستان را متهم به تجهیز، تمویل و حمایت از هراس افغانان کرده است. طالبان مسلح دیروز یک کودک 9 ماهه را همراه با مادرش در مسیر راه ولسوالی سنگین ولایت هلمند به قتل رسانیدند. این رویداد هنگام رخ داده که لال محمد یک فرمانده پلیس محلی ولسوالی سنگین همراه با عروس و نوه‌اش به سوی لشکرگاه در حرکت بود. به گفته لال محمد آنان زمان از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفتند که طالبان دستور توقف موتر را دادند و آنان متوقف نکردند. دیگه که در پیغ دقیقه و چه موخ پر در طالق بایند رتلو سرال و در کمپارک در مندو پر اخوا دقیقه دوی پوستی چیزی در پوستو پر ما بین طالبان پر مخ کرده تا ودره دل مو موتر رو تا ندره و اگو تکان نبانی وکرده در اوه انجلی و در اوه جذب شیدم. اول دوی توایی چرا هستی در جنگ الاس واقعی مرتاج سرورونه گرده در اوه کور خالگیو مقصد مشکل ما جوړوي د پاکستان په کول مکوې راسي ورونو سره کښینو هیڅ هغه امریکایان هم ورسره وایي مخ پر امریکا باندې ځي خپل وطن ته ځي د موږ تاسو سره پاتېږو موږ تاسو سره کښینو دا ماشومان او عجزو څه ګناه ده چې موږ تاسو دا خپل په میان کې وژنو. شاهراه کابل جلال آباد بر اثر فرو ریختن بخش های کو در نزدیکی ماهیپر و ساحه درونته برای ترافیک بسته شده است. وزارت فواید عامه میگوید بخش کون وقت روز گذشته در قسمت درونته فرود آمده بود که تنها جاده را برای موترهای باربری بسته کرده بود، اما شب گذشته بخش دیگر از کو در قسمت ماهیپر فرود آمده و جاده کابل جلال آباد را به گونه کلی برای ترافیک بسته کرده است. باکاری شروع شده از طرف پرسنل لفظ مراقبت وزارت فایده آمد. کار به شکل جدی شده شدید جریان در حال امکان نداره که امروز ما بتانیم مسیر باز بکنیم. اما ترایمه که به طرف جلال آباد میخواین سفر داشته باشن از این مسیر میخواین استفاده کنن، از منطقه از قسمت پلچرخی طرف لطبند تا سروبی از این مسیر میتونن از شاخه استفاده کنن و قسمت دیگه هم که نزدیک جلال آباد در منطقه همه چارایی خود لغمان از طریق سرخکان میتونن که باز منطقه پل بیسو دیگرای فرایی مبرایه از این را استفاده بکنن. فقط وسایت خود میتونن از این استقامت ها استفاده کنن. قرار است رئیس جمهور کرزی به قطر سفر کند. ریاست جمهوری هدف از سفر رئیس جمهور کرزی به قطر را گشایش دفتر برای طالبان و بهبود روابط افغانستان با قطر میداند و میگوید که در آینده نزدیک حامد کرزی به قطر سفر خواهد کرد. و از اثر حمله انتحاری بر یک است بازرسی ارتش در وزیرستان جنوبی در پاکستان دست کم 5 افسر ارتش این کشور جان باختند. مقام های امنیتی پاکستان گفتند که فرد انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری خود را در برابر یک است بازرسی ارتش در میرانشاه مرکز ایالت وزیرستان جنوبی منفجر کرده است. این در حال است که رسانه های محلی شمار کشته شدگان این رویداد را 6 تن و زخمی شدگان را 18 تن گزارش دادند. تا اکنون هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.